حکومت افغانستان دیروز 61 زندانی دیگر گروه طالبان را نیز آزاد کرد. با این حساب در 5 روز گذشته 361 زندانی طالبان از بند حکومت افغانستان رها شدند. شورای امنیت ملی میگوید که بر بنیاد فرمان رئیس جمهور غنی قرار است که 1500 زندانی طالبان برای تلاش های صلح و مبارزه با ویروس کرونا آزاد شوند. دولس کالن کمیکیدو و کالن تیرکریدی در رئیس جمهور دخواه پاپا و نیمون ازاد نور خلاف در وطن مش کرنه خلاف در اسلام اسلام سر می جنگ بس خدای پزر روز انشاءالله اتا کاری میکیده و وکال و تلور میشت می تیره کرده از انشاءالله دیر پی کولار انشاءالله که انسان جور سو جنگ مونه کنه سکو و انشاءالله از انسان جوری خیر زود خیر. گروه طالبان هم 20 زندانی دولت افغانستان را آزاد کردن و به کمیته صلیب سرخ سپردن. با رهایی زندانیان دو طرف، زلمه خلیلزاد فرستادی امریکا برای صلح افغانستان گفته که این اقدام یک گام مهم در راستای صلح و کاهش خشونت ها در افغانستان است. این دیپلمات ارشد امریکایی شیوع ویروس کرونا را در زندان های افغانستان یک تهدید جدی خوانده و خواهان حرکت فوری برای رهایی زندانیان شده است. نیاز هست که یک آتش بس در افغانستان صورت بگیره و جانب طالب ها اگر واقعا دل برای سوختن برای مردم افغانستان دارند، تا زمان حداقل تا ختم همی تعدید کرونا به یک آتش بس موافقت بکنن تا اینکه مردم افغانستان حداقل با یک دشمن مبارزه بکنن. تا زمانی که آتش بس با وجود نبیه، آزاد ساختن تمام زندانی ها همی 5000 زندانی خودش یک مشکل کلان در آینده با وجود میره و مردم افغانستان از این قسم یک عمل دولت افغانستان حمایت نخواهد کرد. بر بنیاد موافقت نامه امریکا و طالبان باید 5000 زندانی طالبان و 1000 زندانی دولت افغانستان آزاد شوند. حالا که حکومت روند رهایی زندانیان طالبان را سرعت بخشیده است، شماری از اعضای پیشین گروه طالبان میگویند که این گروه زندانیان بیشتری را قرار است که آزاد سازد. ایمان از من فکر منی در دیر وقت است در نظر و فکر دی چه زندانیان دیر وار نیولی دی که آقا در جنگ پا دگر کی برت خلاص کلی دی نو فکر کنم چه طالبان با خلاصون پا باب که در زندانیان و در غصر با کم مشکل نوی آقا با خلاص کی. اما همزمان با رهایی زندانیان و با وجود گسترش شیوع ویروس کرونا در افغانستان، نظامیان افغان و جنگجویان طالبان همچنان درگیر جنگ و نبرد هستند. رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان هم گفته که حاجی مالی خان یکی از اعضای پیشین شبکه حقانی که از زندان بگرام آزاد شده است و پاکستان رفته و فعالیت‌هایش را از سر گرفته است. سید حسیب مودودی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، کابل.